با لندن است رادیوی بی بی سی هفته صبح تهران خانم آقایان سلام صبح همه شما شنوندگان عزیز خیر من علی حمیدانی هستم این چشم انداز بامدادی بی بی سی است بسیار خوش آمدید در ایران 11 همین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده انتخاباتی در سایه رویدادهای پشت سر همه ماهای اخیر در ایران در دو ساعت برنامه به طور مفصل به انتخابات در ایران خواهیم پرداخت و که هنوز به طور دقیق مشخص نیست میزان مشارکت در آن چقدر بوده است سایه کرونا ویروس بر ایران سازمان بهداشت جهانی مرگ و میر فوری بر اثر این ویروس را در ایران خطرناک توصیف کرده برخی کشورها آمده شد با ایران را محدود کردن دولت اما میگوید اوضاع تحت کنترل است و درباره تحریم طرح صلح میان آمریکا و طالبان هم خواهیم گفت که مشخص نیست آیا باعث برقراری صلح در افغانستان خواهد شد یا نه هم پس از مشروع خبرها از تهیه کننده برنامه جلال فرهنگ اینجا لندن است بس در ایران با پایان رنگیری در انتخابات مجلس شمارش آرا در نقاط مختلف این کشور آغاز شده پیشتر مقام های ایران چندین بار مهلت رأی دادن را تمدید کردند تا افرادی که زودتر نتوانستند رأی بدهند بتوانند رأی خود را به صندوق بیندازند مقامات حکومتی از مردم خواسته بودند که در رأیگیری شرکت کنند اما شماری از گروهها و چهرههای سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات شده بودند دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مواردی از ابتلا به ویروس کرونا هشدار داده که در آن مبتلایان با چین یا افرادی که ابتلای آنها تایید شده بوده ارتباط مشخصی نداشتند. تدروس ادهانون مرگ چهار نفر ظرف 48 ساعت در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت با افزایش موارد ابتلا در خارج از چین فرصت برای مهار شیوع ویروس کمتر و کمتر می شود. امیر پیام گزارش می دهد. <applause> تا کنون در خارج از چین 1152 مورد ابتلا به کرونا در 26 کشور شناسایی و 8 مورد مرگ تایید شده که 4 مورد از آنها در ایران بوده است. مقام های ایران میگویند با شناسایی 13 مورد جدید شمار مبتلایان قطعی در این کشور تا ظهر روز جمعه به 18 نفر رسیده بوده است. در ایتالیا پزشکان از مرگ نخستین نفر بر اثر ابتلا به این ویروس خبر دادند که مردی 78 ساله بوده است. مواردی هم از ابتلا در اسرائیل، لبنان، امارات متحده عربی و مصر گزارش شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF ایران را رسما به لیست سیاهش بازگرداند این نهاد که برای ارزیابی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده در پایان نشست دوره‌ایش در پاریس اعلام کرد که به دلیل خودداری ایران از پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با این دو موضوع این کشور را در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار می‌دهد به دنبال توافق آمریکا و طالبان دوره یک هفته کاهش خشونت ها در این کشور از ساعت 12 شب گذشته به وقت کابل آغاز شده است زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان جنگجویان این گروه را دعوت کرده که به توافق پایبند باشند اما در این حال تاکید کرده که آنها نیز باید آماده باشند تا در صورت نقض احتمالی از سوی طرف مقابل از خود دفاع کنند با پایان انتخابات برای یازده صبح همه شما شمندگان عزیز بخیر خدمت شما هر کجایی که هستید سلام می کنم علی حمیدونی هستم در این سومین روز از اسفند ماه 26 روز مانده تا نوروز دلانگیز امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید اگر که نظارگر این برنامه از تلویزیون فارسی بی بی سی هستید پوزش میخوام از اشکال فنی که در حال حاضر با ما مواجه هستیم امیدواریم که برطرف بشه و تصویر ما آنطور که باید به شما برسه شنبه پرخبری آغاز شده روزی که مدارس در برخی استان های ایران تعطیل اعلام شدن روز گذشته از بسیاری از مدارس به عنوان شعبه رای انتخابات مجلس در ایران استفاده شد مهلت رأی دادن رو چند بار تا ساعت 11 و نیم شب ایران تمدید کردن اما درباره میزان مشارکت مردم تا این لحظه خبر دقیقی منتشر نشده در قیاب ناظران مستقل مقامات دولت از مشارکت بالای مردم تشکر کردند و در مقابل برخی خبر از مشارکت پایین میدهند مهنتوش پورزیایی گزارش میدهد با پایان انتخابات برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران مقامهای وزارت کشور از آغاز شمارش آرا خبر دادند این اولین انتخاباتی است که پس از اعتراضات گسترده و سرکوب خونین در دیماه 96 و آبان 98 برگزار می شود. سرکوبی که به روایتی صدها و به روایت دیگری نزدیک به 1500 نفر کشته داشته است. پیشا پیش انتخابات برخی گروه ها اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی کنند و خواستار تحریم آن هستند. برخی اصلاح طلبان هم در پی رد صلاحیت های گسترده از خیر شرکت در انتخابات گذشتند. حالا با پایان فرصت رأیگیری شمارش آرا در حوزه های انتخابی آغاز شده و طبق اعلام مقام های وزارت کشور در ساعات آینده نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد نتیجه انتخابات روز جمعه در صورت صحت و سلامت شمارش آرا می معیاری برای سنجیدن وزنه گروه های مختلف سیاسی در کشور و میزان نفوذ حکومت در افکار عمومی باشد انتخابات مجلس ایران این بار هم مثل اغلب دوره های دیگر زیر سایه سنگین رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان برگزار شده. نه تنها منتقدان و مخالفان حکومت که حتی ده ها نفر از نمایندگان کنونی مجلس هم در این دوره رد صلاحیت شدند. با این حال رهبر ایران و مقام های دیگر دولتی حتی رئیس جمهوری که به انتقاد تلویحی از رد صلاحیت ها پرداخته بود مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردند و رهبر ایران نیز روز انتخابات را روز جشن ملی اعلام کرده. دستیابی به بیش از 20 درصد از آرا در دور اول انتخابات در هر حوزه انتخابی برای ورود به مجلس لازم است و در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در دور دوم افراد حائز اکثریت به مجلس راه می‌یابند. مجلس جدید قرار است هشتم خرداد ماه سال 99 کار خود را آغاز کند. منسه پورزیایی گزارش میداد شنوندگان و بینندگان عزیز اجازه بدید که فرشته قاضی رو دعوت بکنیم اینجا در برنامه با ما هست فرشته خانم قاضی از اظهارات آیت الله خامنه ای شنیدیم تا حضور مقامات دیگر در ایران به همه اونها در طول برنامه خواهیم پرداخت اما نخست آغاز بکنیم با میزان مشارکت آنچه که تا این لحظه اعلام شده خبرهای جست و آمده از میزان مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته که یکی از دقدقه های مسئولین جمهوری اسلامی بود و پرسش های مردم چی میدونیم ببین به صورت رسمی که هنوز اعلام نشده شمارش آرا آغاز شده و اونطور که سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفته در شهرهای کوچیک نتایج انتخابات تا روز شنبه اعلام خواهد شد تا پایان روز شنبه ولی در شهرهای بزرگ تا پایان روز یک شنبه از یه طرف هم گفتن که در واقع استاندار تهران گفته که نتایج انتخابات به صورت کشوری میزان مشارکت اعلام خواهد شد برخلاف خلاف انتخابات های قبلی استانی اعلام نخواهد شد اما اخبار غیر رسمی که تا حال منتشر شده خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست تا ساعت شیش عصر یعنی هنوز انتخابات تموم نشده بود. ساعت مونده بود در واقع تا تموم بشه. آره دیگه تمدید شد تا ساعت دوازده شب تا اون موقع میزان مشارکت رو بین 39 تا 40 درصد اعلام کرده بود در کل کشور مم. و در که میشه حدود 23 تا 24 میلیون نفر از 57 میلیون و 918159 نفر واجد شرایط در تهران هم 30 درصد اعلام کرد. مقایسش بکنیم با دوره ده دهم دوره قبلی که میزان مشارکت در کل کشور 62 درصد اعلام شد و در تهران 50 درصد حتی دوره نهم که میگفتن میزان مشارکت پایین هست 48 درصد گفته شد در کل ایران شرکت کردن حالا میگن چند درصد این آمار غیر رسمی آمار غیر رسمی خبرگزاری فارس اون چیزی که داده 39 تا 40 درصده اه. اما خانم فاطمی آجولو که نماینده سابق مجلس الان کاندیدا هست خودش از کرج و از نزدیکان محمود احمدی نژاد یک آماری اعلام کرده استان به استان داده اون چیزی رو. که قرار بود اعلام نشه یکی از کاندیداها در واقع ایشون اعلام, اعلام کرده. کرده و در کل کشور 41 درصد اعلام کرده مشارکت مه. رو که آمار بسیار پایینی هست در تهران چطور گفته آیا؟ در تهران رو من نمی بینم توی آماری مه. که ایشون اعلام کرده بعدن میتونم ازت سوال بکنم چرا توی تهران سیون... 29 درصد 29 درصد بریم در مورد اظهارات مقامات بشنویم به حال روز گذشته مقامات در ایران هر کدام که رأی میدادن صحبت هم میکردن آیت الله خامنه ای در همون نخستین ساعت رایگیری رای داد شد در نخستین ساعت رایگیری حتی رفت و رأی داد و انتخابات رو شرکت در انتخابات رو تکلیف شرعی خون دیگه کیا رو دیدیم از مقامات مسئول و آیا اگر صحبتی هست ما بگی که چه گفتند ببین طبق معمول همیشه با حضور رهبری شروع میکنن خبرگزاری رسمی و تلویزیونی جمهوری اسلامی مقامات مختلف از رئیس جمهور حسن روحانی تا سران قوا و اعضای مجمع تشخیص مسئله نظام اعضای شورای نگهبان همه رو نشون میدن که به نوعی دارن انگار بر اون تبل تبلیغات انتخاباتی که مردم بیان و اینا اومدن میکوبن اما یه نکته ای که این دفعه داشت این بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران مهم. که در ایران گفته میشه ممنول تصویر ممنول اسم خبرگزاری های رسمی خبرگزاری مثل فارس تسلیم که خبرگزاری های نزدیک به سپاهی امنیتی هستند تا پیش از این اسم ایشون هم نمی آوردن جرم بود الان حضور ایشون در انتخابات و رأی دادنش رو با ساب دادن با انتشار عکسهایی از این که باز میشه اینطور نتیجه گرفت یا اینطور برداشت کرد که برای یه بخش دیگری از مخاطبان ایرانی دارن دعوت میکنن با این قضیه که بیاید رأی بدید مثلا آقای خاتمی رأی داده البته خب این اتفاق رأی دادن آقای خاتمی انتقادات زیادی هم برانگیخته حتی از طیف فکری خود ایشون و سال آخر البته چندین بار در طول برنامه که اگر زنده تماشا میکنن تماشاگران این برنامه تا نه صبح وقتی تهران ادامه خواهد داشت و بعدا تکرار هم خواهد شد از دیروز وبسایت وزارت کشور که مرجع هست در هنگام انتخابات برای اعلام نتایج در بیرون از ایران در دسترس نبود اگر از بیرون از ایران از بریتانیا از لندن میرفتید مراجعه میکردید میگفتش که این وبسایت از بیرون از خارج از کشور قابل دسترسی نیستش این یعنی عملا محدود کردن دسترسی به اعلام نتایج انتخابات برای رسانه های بین المللی ام، که خب به خودش خبر برانگیز و جنجال برانگیز بود اما نتایج قرار هست چه زمانی انتظار داشته باشیم که بیرون بیاد همونطور که گفتم اونطوری که رسما اعلام کرده سخنگوی ستاد انتخابات کشور در شهرهای کوچیک تا پایان روز شنبه قرار هست نتایج اعلام بشه در شهرهای بزرگ تا پایان روز یکشنبه قرار هست اعلام بشه اما اینم در نظر داشته باشیم که استاندار تهران گفته که قرار نیست آمار به صورت جزئی منتشر شه قرار هست به صورت کلی یعنی در کل کشور مشارکت چند درصد بوده اعلام بشه نه استان به استان که این هم همزمان با اینکه اشاره کردی سایت سایت انتخابات کشور قابل دسترسی نیست از بیرون از کشور اینا وقتی کنار هم قرار میدیم معنی داره معنی داره به این معنی که اگر ته مشارکت از میزانی که جمهوری اسلامی نیاز به اون نمایش مشروعیتی که داره کمتر باشه ممکن هست اصلا هیچ آماری رو غیر از اون چیزی که گفتن به صورت کلی اعلام نکنن که مشخص نشه در شهرهای بزرگ چه میزان از مردم انتخابات رو تحریم کردن یا پای انتخابات رفتن چون سر انتخابات مجلس میدونیم توی شهرهای کوچیکتر و توی روستاها مسئله اون حالت کشوری ملی رو نداره مسئله قومی قبیلهای محلی مطالبات فرق داره مردم میرن رأی میدن اکثرا ولی در شهرهای بزرگتر الان معنی داره چون رای سیاسی رای ملیه و حضور کمترشون به معنی این هست که جمهور اسلامی موفق نبود تشکر کنم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ما باز هم به تو باز خواهیم گشت اجازه که با مهدی عربشاهی صحبت بکنیم تحلیلگر مسئله سیاسی آقای عربشاهی انتخابات روز گذشته رو شما چطور بررسی کنید؟ بله ببینید اتفاقی که در روز گذشته افتاد از جهات بسیار زیادی یک اتفاق کم سابقه یا شاید بشه گفت بی سابقه بود یعنی اینکه با توجه به حدس هایی هم که زده میشد مشارکت بسیار پایین مردم اخباری که میرسید از شهرهای مختلف نه فقط شهرهای بزرگ تا از شهرهای کوچیک هم خبرهایی که میرسید مقایسه صندوق ها با دوره های قبل نشون داد که حضور مردم در پای صندوق های رای بسیار هم به نظر میاد یک نوعی از تحریم همه جانبه از طرف بخش زیادی از مردم چه گرفته بود مستقل حالا از عددی که اعلام خواهد شد میزان مشارکت رو برای من به اون عدد قبلا هم گفتم اعتماد ندارم و فکر می کنم اون عدد عدد واقعی نخواهد ولی مستقل از اون کسانی که باید میدیدن آیا مردم حاضر شدن در این انتخابات نمایشی و فرمایشی شرکت یا نه اونها دیدن در واقع خود مردم این رو دیدن بیرون از کشور مجامع بینالمللی دیدن و حتی خود نیروهای حامی حکومت برای بخش زیادی از اینا کسایی بودن که پای صندوق های رای بودن کسایی که دستا در کار برگزاری اونها میدیدن که حوزه ها در مقایسه با دوره‌های قبل چقدر خلوت و اونها هم در واقع این رو مشاهده کردن و فکر میکنم به حال این اتفاق اتفاقی هستش که تاثیرات مهمی روی فضای سیاسی کشور خواهد گذاشت آقای عرب شایعت الله خامنه دیروز هم گفت که رأی دادن تکلیف شرعی هستش. برحال همونطور که شما هم گفتید با اعلام میزان مشارکت مردم حتی مقامات هم بر حال دستشان خواهد آمد اگر که تا الان دستشان نیامده باشد که اوضاع از چه قرار هست تصور میکنید که انتخابات دیروز هر آنچه که باشه میزان مشارکت افرادی که بر حال انتخاب شدن بعد از فیلتر شدن توسط شورای نگهبان چه تأثیری خواهد داشت همونطور که خودتون هم گفتید بر آینده سیاست پر التحاب در ایران ببینید مهمترین اتفاقی که این انتخابات داره به نظر من در ادامه اتفاقاتی هست که از دی 96 شروع شد به آبان 98 رسید و در واقع مهمترینش این هست که نشون داد بخش زیادی از جامعه بخش زیادی از مردم دیگه از جستجو کردن راهکارهایی برای تغییر در داخل ساختار حکومت و با مکانیزم های دارونی حکومت ناامید شدن یعنی مردم دیگه اگر در گذشته امید داشتن با فرستادن چهره های حالا اصلاح طلب اعتدالی یا کسانی که به نظر میاد کمی میانه روتر هستند، بتونن تغییرات حداقلی رو دنبال حتی از اون هم دیگه ناامید شدم خود هسته سخت قدرت که پیشا پیش در واقع اون منافذ رو هم کور کرده به نظر من در واقع این انتخابات یکی از مهمترین پیامدهاش تقویت گفتمانهایی است که خواهان تغییرات ساختاری هستند و اون نیروها در واقع یک جان دوباره میگیرن از طرف دیگه بر حال حاکمیت یک دستر خواهد شد و این هم به نوعی شاید از جهاتی برای حاکمیت رو در سرکوب مصمم اما از طرف دیگه یک اتفاقی که خواهد افتاد این است که این حاکمیت یک دست که مجلس هم یک مجلس خودی هست مسئولیت بیشتری در قبال بحران‌های فراگیری داره که سراسر کشور در بر گرفته و بحران‌هایی که به نظر نمیاد حاکمیت قادر به حل این بحران ها باشه و سال آخر هم از شما میزان مشارکت مردم میتونست با شمار بالای داوطلبان از کاندیداها منظورم هست از طیف های گوناگون بالا بره این همزمان فیلتر کردن و رد صلاحیت کردن ورحال حال حتی نمایندگان فعلی به چه معنا بود آیا حاکمیت نمیدونست که میتونه میزان بیشتری رو شاید از مردم شرکت کنندگان به پای صندوق های رای بیاره اگر که تعداد کاندیده ها بیشتر باشن از طیف های گوناگون ببینید من فکر میکنم که در واقع حاکمیت ارزیابی که داشت و ارزیابی درستی هم بود این بود که مثلا با تایید یه سری از نیروهایی که از اصلاح طلبای یا اعتدالیا پشت خط میدن فرض بفرمایید آقای متحری یا آقای محمود صادقی مثلا نماینده های تهران که بعد صلاحیت شدن ارزیابی اون هسته سخت قدرت این بود که با تایید این نیروها تفاوت چندانی تفاوت قابل توجهی در میزان مشارکت مردم رخ نمیده فضای کشور هم نشون میداد که مردم در واقع نگاهشون این نبود که حالا اگر چند تا چهره دیگه یا یه چند جری اون دیگه با نیروهای خودش بیشتر تایید بشن رو به مشارکت گسترده در انتخابات بیارن و از این جهت من فکر می کنم حاکمیت چون احساس کرد که تایید اصلاح طلب و حتی چنین فایده ای رو هم نخواهد داشت عملا به سمت این گزینه حرکت نکرد سپاسگزارم مهدی عربشاهی که با ما گفتگو میکردید این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می شنبید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. دیرتر باز هم به انتخابات در ایران باز خواهیم گشت اما ایران به دلیل دیگری این روزها در صدر خبرهای جهان این بار به خاطر میزان بالای مرگومیر ناشی از شیوع ویروس کرونا ویروسی که تا خبر شیوعش در ایران آمد خبر مرگ و میر ناشی از آن هم بیرون آمد دبیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که مرگ چهار نفر ظرف 48 ساعت در ایران بسیار نگران کننده است بیشتر مقام های ایرانی تایید کرده بودند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 18 نفر و تعداد کشته شدگان به چهار نفر رسیده عراق مرزش را با ایران بسته کویت پروازهایش را به ایران متوقف کرده شهروندان ترکیه روی توییتر خواستار توقف سفر ایرانی ها به این کشور شدند و ترکیه گفته ورود ایرانی ها تنها با کارت سلامت ممکن است همزمان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران از عملکرد مسئولان در زمینه شیوع کرونا در این کشور انتقاد کرده و گفته نقل به این میکنم بی مسئولیتی و بی توجهی به هشدار سازمان بهداشت جهانی باعث ورود کرونا به ایران شده او از پزشکان خواسته تا برای کمک به اطلاع رسانی و آموزش مردم وارد عمل شوند همزمان شماری از پزشکان ایرانی در بیانیه خواستار اعمال محدودیت در فضاهای عمومی و اطلاع رسانی گسترده و شفاف برای جلوگیری از گسترش کرونا شدن اجازه بدید که با دکتر کازم اتاری صحبت بکنیم که از ایالات متحده آمریکا با ما هستن آقای دکتر اتاری وقت شما بخیر اجازه بدید که پیش از این که در واقع بپردازیم به تفسیر و تحلیل نگاه عملی بکنیم به حال شرایط آنطور که دیده میشه در ایران شرایط مساعدی نیستش سوال اول من از شما این هستش آقای دکتر پیش از اینکه تحلیل بکنیم چه توصیه ای دارید الان به مخاطبان ما که قرار هست منزل رو ترک بکنند بیرون برند چه بکنن که در کمترین ریسک و خطر باشند خوشبختانه طی روزهای گذشته جستگریخته گریخته آموزش هایی که داده شده چه در فضای مجازی چه در از طریق رادیو و تلویزیون و بقیه جاها مردم به یک آگاهی نسبی رسیدن کمپین هایی را افتاده به اینکه خب مرا چجوری از خودشون مراقبت بکنن از جمله اینکه روبوسی و دست دادن و اینها رو فعلا کنار گذاشتن تا اینکه امکان انتقال کمتر بشه اما کسانی که مجبورن از خونه خارج بشن برای کار یا برای امرار معاش یا بقیه مسائل توصیه من این هست که در محیط های شلوغ سعی کنن توقف زیاد نداشته باشن اگر در جایی هستند که نوبت دهی داره برای در واقع منتظر شدن تا اینکه نوبتشون بشه در ماشینشون در فضای دیگه بمونن بعد برگردن به اون محیط در جایی که صفهای طولانی هست سعی کنند لمس نکنن دستگیره ها رو یا حال حتی دیوارها و بخش های دیگه خارج مکانهای عمومی رو همینطور و اگر همچین اتفاقی میفته بلا فاصله دست خودشون رو با آب و صابون بشورن از تماس دست با صورت چشم و بینی در واقع خودداری بکنن اینا چیزهایی است که خوشبختانه خب همه مردم این روزها آگاهی پیدا کردن و از همه مهمتر اگر کسی عدسه، سرفه یا علائم سرماخوردگی حتی به صورت خفیف داره حتما از ماسک استفاده بکنه تا اینکه ذرات ویروس با عدسه و سرفه به بیرون پخش نشه و افرادی که اطرافش هستن در معرض قرار نگیرند. آقای دکتر داشتم میدیدم که خب به هر حال بسیاری ممکن است نگران باشن با وجود این علائم بخوان مراجعه بکنن به پزشک دیدم که توصیه شده به جای مراجعه حضوری شاید اول باید تلفن کرد و بعد حضوری مراجعه کرد شاید همه بیمارستان و به حال آماده پذیرایی از بیماران و مبتلایان احتمالی نباشن یا اگر با حضور این افراد اگر که مبتلا هستند به کرونا ممکن است که حال اگر به جایی برند که آماده نباشه ویروس رو با خودشون ببرن شیوه عملکرد دستگاه بهداشت ایران رو چطور بررسی میکنید آقای دکتر متاسفانه ضعیفترین شیوه عملکرد رو در بین کشورهایی که موج دوم این در واقع به سرایت کرده بعد از چین ایران داشته و همین دلیل آمار مرگ و میرش هم بالا هست و حتی کسانی که به طور سالس از ایران به کشورهای دیگه مسافرت داشتند در کشورهای دیگه تشخیص داده شدن اما در ایران این موارد تشخیص داده نشده میزان قرانتینه که انجام شده و نوع قرانتینه ها اینها هیچ کدوم جوابگو نیست نه تنها جوابگو نیست بلکه علمی نیست و اتفاقی که داره میفته مسئله دیگه در مورد تشخیص این بیماری ها هست و تشخیص این ویروس هست در واقع مقدار زیادی و تعداد بسیار زیادی از بیماران مشکوک در بیمارستان های مختلف هستند اما کیت های تشخیصی برای تشخیص این ویروس وجود نداره تنها در تهران هست و اگر نمونه های هم ها برای به تهران و مرکز یا مراکز دیگه ای که هست ارسال بشه به دلیل بعد زمانی که وجود داره این زمان باعث از بین رفتن این نمونه ها میشه و نمونه ها جواب در واقع خیلی واقعی نمیتونن بدن اینا همه مشکلاتی هست که پیش بینی نشده است و هنوز هم که هنوز هست دولت همون رو در پیش میگیره در واقع جلوگیری میکنه از انتشار اخبار اگر کسی فیلمی در جایی میذاره با تهدید روبرو میشه و کار زیبا و کار خوبی که الان پزشکان شروع کردن و از بیمارستان مسیح دانشوری شروع شده پزشکان با اطلاع رسانی در واقع آمار رو دارن خودشون اعلام میکنن به صورت مستقل که این خودش باعث آگاهی میشه و باعث میشه که مردم عادی بدونن در چه مناطقی بیشتر از خودشون مواظبت بکنن و در چه مناطقی خیلی نیاز به ترس و واهمه و استراب نیست سپاس, سپاس گذارم آقای دکتر محمد کازم محمد کازم عطاری که با ما از آمریکا گفتگو می کردن. شما شنوندگان ما هم میتونید به نظر بفرمایید در مورد مشاهدات خودتون و تجربه خودتون از این ویروس اگر که سوالی دارید هم میتونید سوالتون رو مطرح بکنید تلاش میکنیم اون رو با کارشناسان در میون بگذاریم دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار سد و دوازده بیست و دو بیست و دو گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF میگوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته این کشور را در لیست سیاه قرار میدهد در کنار تنها کشور دیگری در لیست سیاه این سازمان کره شمالی این سازمان به همه کشورها توصیه کرده به اجرای کامل اقدامهای احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردن مواضع حکومت در این زمینه دوگانه است حتی از دولت هم دو صدا شنیده شده در حالی که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در واکنش به این تصمیم گفته که شرایط آنچه از آنچه امروز هست بدتر خواهد شد رئیس بانک مرکزی ایران گفته این تاسیس تصمیم تاثیر منفی چندانی ندارد عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام را سیاسی کاری در مکانیسم‌های های بین المللی توصیف کرده و گفته انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به گفته آقای موسوی به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبت. او گفته بردن ایران در لیست سیاه فیتیف علا رقم همه تراشا در داخل کشور و همه قوانین و مقرراتی که سعی کردیم تا مراعات کنیم صورت گرفته اجازه بدید که با حادیه که صحبت بکنیم پشورشگر اقتصادی که از بستون با ما هستن آقای که آلسده بلاخرین اقدام بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد داشت یا نه؟ سلام و وقت خیلی که شما فکر میکنم هم آره هم نه به این معنی که اگر بینندگان و شنندگان شما نگران این هستن که شاهد یک شوک قیمتی ارزی باشیم در روزهای آینده فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته به این که اثر خیلی مشخص در افزایش قیمت ارز در بازار تهران در یک دو ماه آینده یک دو هفته آینده به نظر نمی که ما در حال حاضر تحت تحریم های بسیار شدیدی هستیم و یکی از الزامات بحثایی هم که این به عبارتی ایجاد کرده این هستش که بانک خارجی در ایران شعبه نزنن یا بانک ایرانی نتونن با خارج مراوده داشته باشن که الان در حال حاضر اینچه این چه شرایط هست و به تاثیر روی قیمت ارز به طور خیلی زیادی نخواهد گذاشت قیمت ارز متاثر از عوامل دیگری هست که ممکن هست در آینده این عوامل اثر بذاره و قیمت ارز رو تغییرش بده اما مسئله این که هست اینکه این قطعا روی تجارت رو برای ایران سختتر میکنه و افرادی که دارن تجارت میکنن هزینه مبادلت تو اقتصاد ایران افزایش میده و یک پیام سیاسی هم به بخش خصوصی ایران داره که بخش قدرتمند نظام سیاسی منافع اقتصادی کشور رو به عبارتی گروگان گرفته و قربانی منافع سیاسی خودش میکنه و بار جدیدی روی دوش, های دوش اقتصاد ایران میذاره دوش تجار ایرانی میذاره به خاطر منافع سیاسی خودش و البته ممکن استش که این برداشت هم بشه که همراهی اتحادی اروپا و متحدین آمریکا همراهی بیشتری داشتن یا موفقیت جدیدی باشه برای دولت امریکا و سیاست فشار حداکثری بنابراین میشه تو این تاثیرات دراز مدتش و گره ای که روی دهها ها گره اقتصاد ایران میزنه دیدش نه اثر فوریش رو قیمت ارز ایران و اروپا به حال بر سر روابط میان دو طرف به ویژه بعد از برجام بدون آمریکا شده چند سال که حالا مشغول بحث هستن این ستکس برقرار نشد رابطه مالی برقرار نشد ایران به اروپا گفت که شما تعهدات برجامی خودتون رو برآورده نکردید آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد FATF اف. چه تأثیری میتونه بر این رابطه شکننده داشته باشه؟ ببینید ما تقریبا تجارت با اتحاد اروپا قبل از حالا این حوادث تا یک میلیارد دلار غیر نفتی بوده اگر نفت اضافه میشه 10 میلیارد 11 میلیارد دلار عملا تجارت جدی با اتحادیه اروپا نداشتیم ولی به هر حال اتحادیه اروپا تلاش میکرد که حالا با به نوعی با تنفس مصنوعی که شده برجام نگه داره احتمالا تا انتخابات ایالات متحده و سال آینده ای آمریکا تا بتونه بر اساس پلتفرم موجود این توافقنامه رو احیا بکنه به نظر میرسه که ناتوانی دولت های روحانی به این معنا که به دلیل پرزور بودن توان رقابای داخلیش ما میدونیم مجلس دولت تصویب کرده و مجموعه تشخیص مسد نظام و نیروهای پرنفوذی در داخل اون نگه داشتن و این پیام رو به اتحادیه اروپا میده که دولت های روحانی احتمالا شریک قابل اعتنایی نیست که بشه باش به عبارتی منتظرش موند و خب توانی هم عملا تا نداره نه اتحادیه اروپا منافعی از برجام به ایران رسونده صرفا حمایت سیاسی محدودی بوده و به هم که داده عمل نکرده بنابراین احتمالا ما شاهد سخت در شدن شرایط و به سمت این باشیم که از این شرایط تعادل ناپایداری که الان ما داریم که نه تحریم نه،, نه مذاکره و نه جنگ و از طرف مقابل هم می‌بینیم که داره تلاش میکنه برنامه هست ایران در حالی که الان داره فریز بکنه احتمالا به سمت اقدامات جدیدتری بریم یعنی به عبارتی نزدیکتر شدن اتحادیه اروپا به لا سیاسی هر چند اتحادیه اروپا عملا منافعی هم به ایران نرسونده الان تعهداتش این توانش تعهدات بخش خصوصیش بوده و قرار بوده که 15 میلیارد دلار خط اعتباری که آقای ظریف پیشنهاد داده بود و آقای مکرون دنبالش بود و متاسفانه آقای ترامپ دوباره اون رو رد کرد برای اینکه برنامه هسته ایران در این صد نگار در وارد گفتگو بشن اون هم به شکست خورده بنابراین احتمالا از سر ناتوانی و ناچاری و بعد اهدی تادی اروپا و در کنار ناتوانی دولت آقای روحانی ما به پیش از انتخابات آمریکا به سمت تغییر موازنه موجود در مورد مسئله هسته ایران پیش بریم و حلقه تحریم ها و فشارهایی که روی اقتصاد ایران هست بیشتر بشه و سوال از شما ایران چه میتونه بکنه الان ایران کار خاصی نمیتونه بکنه اگه قیمت ارز رو شاید بیشتر مورد سوال باشه و با توجه باشه و با فکر میکنم که دولت توان ارائه ارزش به بازار بسیار بسیار محدود شده از طرف دیگه تقاضا هم بسیار محدوده نه سفرهای نوروزی نه مبادرات تجاری بنابراین اگه دولت بتونه با همین دسترسی محدودی که داره بازار کنترل کنه و بازارهای جانبی دیگه مثل مثلا بورس یا بازار خودرو رو فعال نگه داره که حجم نقدینگی وارد بازار ارز نشه احتمالا با این شیب ملایمی قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد ولی قطعا این شرایط ناپایداره و ما میدونیم که تقریبا اگر از 1386 به این طرف نگاه بکنیم اقتصاد ایران تقریبا هیچ تغییر نکرده متوسط رشدش صفر بوده و شاهد افزایش بیکاری فقر گسترده تر و متاسفانه وضعیت مطلوب کنونی خواهیم بود ممکنه بعضی از صنایع مثل صنایع فولاد مثل صنایع خودرو یه تحرکاتی داشته باشن ولی امید برای شکوفایی به نظر میرسه که اتفاق نخواهد افتاد فقط به تغییر تاخیر خواهد افتاد و با مداواهای مقطعی انضباطی که ممکن باید که مرکزی داشته باشه از این که قیمت ارز دوباره سه برابر بشه جلوگیری بشه سپاسگزارم هادیه که هارزاده که از بستون با ما صحبت میکردن صبح همه شما شنوندگان عزیز خیرم امیدوارم هر کجایی که هستید خوب و خوش باشید در این سومین روز از اسفند ماه نگاه کوتاهی بندازیم به خبرها در ایران با پایان رأیگیری در انتخابات مجلس شمار شعرا در نقاط مختلف این کشور آغاز شده دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در افزایش اسفند ماه نگاه کوتاهی بندازیم به خبرها در ایران با پایان رأیگیری در انتخابات مجلس شمار شعرا در نقاط مختلف این کشور آغاز شده دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مواردی از ابتلا به ویروس کرونا هشدار داده که در آن مبتلایان با چیه چین یا افرادی که ابتلای آنها تایید شده بوده ارتباط مشخصی ندارند مرگ چهار نفر ضعف 48 ساعت رو دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در ایران بسیار نگران کننده خوانده و در این سومین روز از اسفند ما 26 روز مانده تا نوروز دلنگیز حالا که با شما صحبت میکنم شما دیگر عزیز لندن دمای هواش 10 درجه از بالای صفر تهران سردتر است 6 درجه تبریز 1 مشهد 5 رشت 9 کرمان 7 عراق منفی 1 اصفهان 2 بندر عباس 21 کابل 6 مزار شریف 9 هرات 9 و دوشنبه 9 درجه است بالای صفر بسیار سپاسگزارم که با ما هستید برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت تا 90 دقیقه دیگر کمی کمتر و تمرکز ما بر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی است در ایران این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود باز کردیم به انتخابات مجلس که از پیشانی برنامه هم با شما صحبت کردیم فرشته قاضی خبرنگار اینجا در استودیو با ماست خانم قاضی چه خبر تازه ای داریم خبرها همین هست که همچنان شمارش آرا ادامه داره <applause> همچنان هیچ درصدی رسمی از توی مقامات جمهوری اسلامی اعلام نشده و اون چیزی که توی معافل سیاسی شبکه های اجتماعی مطرح هست این هستش که اگر درصد شرکت کنندگان پایین 50 درصد باشه اون دقیقا همونی باشه که الان اخبار و آمار غیر رسمی میگن آیا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و کسی که مسئولیت برگزاری انتخابات رو داره شجاعت این رو خواهد داشت که این رو اعلام بکنه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام هم و رو گذاشت که مردم رو بیشتر پای صندوق های رای بکشونه بعد از اتفاقات اخیر یه نمایش مشروعیت ایجاد بکنه برای خودش یا اینکه نه تصمیم جای دیگری قراره بگیره و ایشون هم همراهی خواهد کرد و در واقع سوال بیشتر الان در مورد نحوه رفتار جمهوری اسلامی با نتیجه انتخابات نه به معنی که کس... چه کسانی رأی آوردن به معنی میزان مشارکت مردمه البته همونطور که به رسمی در ایران هم گزارش میکنن البته گفتم سایت ستاد انتخاباتی وزارت کشور غیر قابل دسترسی است در بیرون از ایران که این خودش هم محل سوال هست که چرا خبرنگاران خبرگزاری های بین المللی نمیتونن دسترسی مستقیم داشته باشن به این وبسایت از بیرون از ایران اما آنطور که گزارش ها میرسه برای مثلا خبرگزاری فارس گفته که تا ساعت 6 عصر روز گذشته که 500 مانده بوده تا بس تا باز بسته شدن ارز کنم که صندوق های رای 40 درصد شرکت کردن میزان مشارکت در دوره قبلی در دوره دهم ده, ده هم 62 درصد بوده و در دوره نهم 48 درصد آماری رو میدونیم که یکی از کاندیداها منتشر کرده بوده میخوایم یک بار دیگه مرور بکنیم و ببینیم که ام چه آمده فاطمه آجورلو درست است نماینده پیشین بله خانم آجورلو که از نزدیکان محمود احمد نژاد هستن الان خودشون کاندیدا هستن توی رقابت ها هستند آماری که ایشون منتشر کرده در سطح کشور از میزان 57 بیش از 57 میلیون واجد شرایط گفته که 24 میلیون شرکت کردند در واقع میشه 41 درصد اه. و این خب پایین ترین آمار هست تا الان در انتخابات حتی نسبت به انتخابات مجلس, نو... مجلس هشتم و نهم هم پایین تر هست در تهران من 29 درصد گفته بودم ولی اون چیزی که ایشون اعلام کرده از واجدین با شرایط بالای 10 میلیون 428 هزار شرکت کردن که میشه 39 درصد در تهران بر اساس آماری که داده ایشون در استانهایی مثل آذربایجان شرقی زیر پنجاه درصد در قزوین آذربایجان غربی مازندران لورستان همه اینها زیر پنجاه درصده و تنها استانی که بالا بیشتر میزان مشارکت رو داشته استان کوهگیلویه و بویر احمد هست ایشون 69 درصد اعلام کرده اما ما روایت هایی هم داشتیم که 80 درصد در این استان شرکت کردن در این انتخابات همزمان انتخابات دیگری هم برگزار شده انتخابات میاندوری مجلس خبرگان خبرگزاری فارس گزارش کرده که طبق اطلاعات کسب شده از نتایج شماره شعرات تعدادی از صندوق های اخصیره محمد یزدی عضو شورای نگهبان که در انتخابات میان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی قوم کاندیدا شده بوده بیشترین میزان آرا رو به خودش اختصاص داده عرض کنم که در مورد انتخابات میان مجلس خبرگان چی میدونیم و نتایجش مجلس خبرگان هفت حوزه بوده انتخابات که داشت برگزار میشد در مورد اون هم هنوز آمار رسمی اعلام نشده اما نکته ای که در مورد مجلس خبرگان وجود داره این هست که اگه الان میگن به دلیل رد صلاحیت اصلاح طلب ها، انتخابات از نظر سیاسی غیر رقابتی بوده در مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان همیشه غیر رقابتی ترین انتخابات بوده در جمهوری اسلامی حتی دوره هایی مثلا از یک حوزه قرار بود یک کاندیدا اعلام ب... انتخاب بشه و توی اون حوضا میدیم رد صلاحیت ها به جای رسته که فقط یک کاندیدا وجود داره رقابتی در بدن. کار اصلا رقابتی در کار نبوده برای همین هم حساسیتی توی افکار عمومی و حتی رسانه های داخل ایران هم نسبت به انتخابات مجلس خبرگان با تعجب روندی که دورهای قبلی هم این انتخابات برگزار میشد وجود نداره یعنی حتی تو شبکه اجتماعی هم نگاه بکنید سؤالی هم در این زمینه وجود نداره انگار برای کسی اهمیتی هم نداره که چه کسی انتخاب شد چه اتفاقی افتاد برخلاف مجلس که الان نه نتیجه که چه کسی رفته مجلس بلکه میزان مشارکت به طرز بسیار بالایی حساسیت ایجاد کرده هم در خود جمهوری اسلامی حامیانش هم بین مردم عادی و هم در میان مخالفان جمهوری اسلامی سپاسگزارم فرشتی قاضی اینجا در استودیو با ما بمون اجازه بده که من چند تا از پیام هایی که دریافت کردیم رو بخونم عرض کنم خدمت شما علی اکبر نوشته برای رأی دادن ما رو از قطع یارانه 45000 هزار تومانی میترساندن که حتی پول نیم کلو گوشت هم نمیشود ما هم رای ندادیم ارز کنم که شمندی دیگه ای دیگه برای ما نوشته باید به مردم تبریک گفت چرا که با وجود تحلیل های مردم شهرهای کوچک و روستا این شهرهای کوچک و روستا این انتخابات فرمایشی رو به نوشته این مخاطب ما تحریم کردند سامان نوشته به نظرم در صورت اتخاذ یک تدبیر همه جانبه توسط دستگاه رهبری می در ایران در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شاهد رقابت سازنده چهار قطب اصلی گراش های سیاسی در ایران باشیم نیستیم و عرض کنم پشیمانی دیگه برامون در مورد کرونا هم پیام بسیار دعوت دریافت کردیم شنوندی برای ما نوشته از صدق سری این نظام همین مونده که ترکیه و عراق هم از مردم عادی برای ورود به خاکشون جلوگیری کنن و کشورهای دیگه به زودی حتما دیپلومات هامون رو هم از ورود به خاکشون من میکنن شنوندی دیگه این مرگم خطاب به شما نوشته خانم قاضی خانم قاضی احتمالا آقای روحانی میگن پزشکی قانونی باید اعلام کنه آمار انتخابات رو اشاره به اسارت آقای روحانی در مورد میز شمار کشته شدگان حوادث ماه که گفته بود پزشکی قانونی آمار رو داره و بعد اونها رو منتشر بکنه البته پزشکی قانونی هم گفت ما مرجع اعلام آمار نیستیم الماس نوشته از شامگاه پنجشنبه اول اسمت ما تا کنون اینترنت خانگی بسیار بسیار کند و با سرعت نزدیک صفر شده که این برای اینترنت های موبایل صادق نیست و ارز کنم اگر که پیام دیگه ای اومده باشه فردا همه میگن اصولگراها پیروز انتخابات شدن کسی نمیگه هر دوتاشون انتخابات رو باختن و این تحریم انتخابات رفراندوم و اعتراض ملی بود به سران حاکم شمندگان بسیاری پرسیدن چرا سوال هایی که ما پرسیدیم رو شما تصاویری که فرستادیم رو شما منتشر نکردید تعداد پیام هایی که دریافت کردیم شمندگان و بینندگان عزیز بسیار زیاد هست بررسی این پیام ها خودش زمانبر هست به ما فرصت بررسی و انتشار خبرها و تصاویر رو بدین در مورد آقای شجریان هم سوال بسیار شده اجازه بدید که خانم قازیتا در استودیو هستن یکی از مسائلی که شب گذشته به خبرش آمد و بسیار فضای مجازی رو پر کرد خبری بود که بعد اعلام شد دروغ هست خبر گفتم دروغ هست در گذشته آقای شجریان بود که در فضای مجازی بسیار این سوانسو منتشر شد آقای شجریان تکسیب شد همایون شجریان اعلام کرد که او هنوز زنده است خوشبختانه ولی در بیمارستان چی میدونیم در مورد او میدونم که اون خبر رو هم بررسی میکردید فقط شبکه های مجازی نبود ویدیوهایی منتشر شد که مردم رفتن جلوی بیمارستان جم و اونجا تجمع کردند منتظر خبری از آقای شجریان بودن یا اینکه نگران ایشون بودن دعا میخوندن ترانه ها و سرودهایی هایی که آقای شجریان خونده بود رو با هم هم نوایی میکردن یعنی در سطح جامعه این مسئله هست اون چیزی که میدونیم خبرگزاری های رسمی حتی فارس و تسلیم این خبر رو منتشر کرده بودن ولی آقای همایون شجریان تکسیب کرد گفتن که فعلا همه چی تحت کنترل هست و ایشون همچنان هستن و پزشک ایشون هم توضیحاتی داده نه. گفتن که البته تنفسشون با کمک دستگاه هست ولی اون خبر تکسیب شده من علی جان یه چیزی رو بگم یکی از مخاطبان نوشته که شما گفتید که روایت هایی داریم هشتاد درصد شرکت کردن کجا هشتاد درصد شرکت کردن اون هشتاد درصد اخباری است که در مورد استان کوهگیلیه و بویر احمد منتشر شده بی, بی س... نه از طرف بی بی سی نشده در و... ایران در... دقیقا همینطور است تشکر میکنم فرشه قاضی اینجا در استودیو با ما بمون اجازه بدید که انتخابات در ایران رو کنار بگذاریم در آمریکا هم با داغ شد تر شدن ترون انتخابات ریاست جمهوری که هنوز در مرحله مقدماتی و درون حزبی است باز هم نام روسیه و رهبرش ولادیمیر پوتین به میان آمده با این اتهام که تشکیلات او بنا دارد در انتخابات آمریکا دخالت کند اتهامی که دور قبلی این انتخابات هم مطرح شد و تا مدتها اسباب انتقاد و تجسس قانونی مخالفان دونالد ترامپ بود حالا بنا بر گزارش های, های آمریکا نهادهای اطلاعاتی این کشور به دونالد ترامپ و برنی سندرز سناتور چپگرا که از داوطلبان نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیش روست خبر دادند روسیه تلاش میکند به آنها در این رقابت کمک کند گزارش شده که این تحولات از یک سو خشم ریاست جمهوری آمریکا را برانگیخته و از سوی دیگر البته در بیانی سندرز در بیانیه خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که حمایت او را لازم ندارد و کاری به کار این انتخابات نداشته باشد هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست از پشت میزش هادی چطور این اتهام مطرح شده که کرملین میخواد از دو چهره در دو سوی این رقابت حمایت کنه اینطور که ارزیابی دستگاه آمریکا ها کیس و این رو با در واقع اعضای ارشدی در کنگره آمریکا در میون گذاشتن از یک طرف به گمان این ارزیابی دستگاه اطلاعاتی آمریکا از یک طرف کرملین داره تلاش میکنه که یا حداقل بنا داشته که کمک بکنه که بنی سندرز سناتور چپگرا سناتور سوسیالیست در رقابت درون حزبی دموکرات ها قدرت بیشتری پیدا بکنه و چه بسا نامزده نهایی این حزب بشه چالش که البته پیش روی این سناتور چپگرا هست هرچند با توجه به وضعیتی که او در کارزار انتخاباتی دموکرات ها داره چندان راهش دور نیست از این مسیر و همین الان به نوعی پیشتاز هست در نظرسنجی ها و از طرف دیگه کرملین طبق این ارزیابی دستگاه اطلاعاتی آمریکا که با سرانی در کنگره مطرح کردند بعدش نمیاد دولت روسیه که دونالد ترامپ هم در انتخابات قدرتی داشته باشه و چه بسا اونطور که این اتهام چهار سال پیش مطرح شد این بار هم در این دور انتخابات تلاش بکنه دولت روسیه و دستگاه های رسانه ایش که به دونالد ترامپ وزن بیشتری بدن در انتخابات و چه بسا که انتخاب بشه به نوعی به نظر میرسه طبق این ارزیابی کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه ترجیح میده که رقابت نهایی در نوامبر سال آینده پاییز آینده نوامبر همین امسال میلادی رقابت در نهایت بین برنی سندرز از طرف دموکرات ها و دونالد ترامپ از طرف جمهوری خواهان باشه ولی هر دو نفر اینها واکنش منفی نشون دادن از یک طرف دونالد ترامپ اساسا دروغ خونده اینها رو اینطور که گزارش شده و به خصوص که ناراحت شده از اینکه اساسا دستگاه اطلاعاتی که زیر مجموعه خود او هست چنین گزارشی دادن به خصوص که آقای ترامپ هنوز ناراحت است از کارزاری که دموکرات ها کارزار قضایی و تحقیقاتی که دموکرات ها را انداختن و در نهایت هم ثابت نشد که ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در سال 2016 انتخابات قبلی زد و بندی با کرملین داشته زد و بندی با سران روسیه داشته و از اون طرف هم برنی سندرز در سمت دموکرات ها بیانیه ای داد و گفت که نه فقط کمک ولادیمیر پوتین رو لازم نداره در این انتخابات بلکه گفت این دخالت های روسیه صرفا برای خراب کردن و مخدوش کردن دموکراسی در آمریکاست. است هادی چطور این اتهام که مطرح شده توسط کرملین خشم و دلخوری ریاست جمهوری آمریکا از تشکیلات اطلاعاتی زیر دستش رو هم به همراه داشته گزارش های مفصلی ما داشتیم در روزنامه های مختلف آمریکا که پرزیدنت ترامپ بسیار از تشکیلات اطلاعاتی زیر دستش دلخوره اینطور که گزارش شده در رسانه آمریکا دونالد ترامپ خیلی ناراحت شده از دست سرپرست تشکیلات سرپرست در واقع اداره مرکزی آمریکا که 16 یا میشه گفت 17 در واقع مرکز اطلاعاتی آمریکا زیر مجموعهش کار میکنند جوزف مگوایر سرپرست بوده در واقع کفیل این سمت بوده هنوز نهایی نشده بوده موقعیتش در این سمت و دونالد ترامپ ظاهرا خیلی ناراحت بوده و میشه گفت جا خورده بوده از اینکه چنین گزارشی از طرف این نهاد اطلاعاتی از طرف این مرکز زیر مجموعه او زیر دست او با کنگره آمریکا در میون گذاشته شده به خصوص که در این جلسه ای که اطلاع در میون گذاشته شده چهره های ارشد از حزب دموکرات حضور داشتند مشخصا ادم شیف از چهره های ارشد دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا کسی که خیلی فعال بود در به استیزاه کشوندن دونالد ترامپ در کنگره آمریکا استیزاه که البته به نتیجه نرسید و در سنا رد شد آقای ترامپ خیلی ناراحت بود از اینکه اساسا این اطلاعات مطرح شده و بعد هم به خصوص که آدام شیف در اون حضور داشته این چهره دموکرات منتقد آقای ترامپ و خیلی گمان زنی ها بر این هست که در نهایت همین بوده که باعث شده جوزف مکگوایر از این سمت برکنار بشه و آقای ترامپ به جای اینکه او رو معرفی بکنه برای اینکه به طور دائمی این سمت رو به عهده بگیره روندی که در سنا باید تایید میشد الان دیگه آقای ترامپ ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان یکی از چهره های نزدیک به خودش کسی که در خیلی ایده های سیاسی و خیلی ایده های شباهت داره به خود رئیس جمهور آمریکا او رو مطرح کرده که کفیل این سمت باشه با حفظ سمت البته که در این حال همچنان سفیر آمریکا در آلمان خواهد بود خود آقای گرنل تاکید کرد که قرار نیست این سمت رو به طور دائمی بگیره و قرار نیست از روند سنا روند تایید صلاحیتش در سنا عبور بکنه قرار در نهایت یک نامزد دیگری مطرح بشه ولی این مورد توجه ها قرار گرفته که این واقعه همزمان شده با این برکناری و معرفی چهره جدید برای این دستگاه سپاسگزارم هادی نیلی از شهر واشنگتن با ما صحبت میکرد دفتر ما در این شهر این هم از انتخابات آمریکا سلام ویژه من به همه شما شنوندگانمون شنوندگان وفادار این برنامه از طریق امواج متوسط و کوتاه رادیویی هر جا که هستید سر میز صبحانه یا در حال رانندگی می توانید چشمانداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی, بی سی آغاز کنید. سپاسگزارم که روزتون رو با چشمانداز بامدادی بی, بی سی آغاز کردید. سفر بکنیم به افغانستان کشوری که توافق به کاهش خشونت ها از دوازده شب به وقت این کشور آغاز شده و قرار است به مدت هفت روز ادامه داشته باشد تا کنون هیچ خبری از عملیات و حمله از حد دو طرف گزارش نشده شماری از شهروندان در ولایت های ننگرهار و قندهار هم به خیابان ها برآمدند و خوشحالیشان نسبت به آغاز کاهش خشونت ها را نشان دادن با علی حسینی صحبت بکنیم علی از جزیات بیشتر این توافق لطفا برامون بگو جایی که تو هستی و از حدود عرض کنم که هشت ساعت پیش این توافق آغاز شده در عمل علی امروز میشه گفته که یک روز کاملا متفاوتی برای افغان هاست ها بویژه در زمینه اینکه در, با, در رابطه با چه موضوعی صحبت کنن و گفتگو کنن و اصلی ترین موضوعشان همین بحث کاهش خشونت هاست در گزارش اما که گفته اشاره کردی هیچ گزارشی در رابطه با حمله و عملیاتی به گوش نرسیده مثلا در ولایت غزنی که یکی از ولایت های ناامن افغانستان است از شب گذشته در گذشته معمولا شبها در برخی مناطق این ولایت صدای تیران و جنگ شنیده میشد حالا خبرنگار ما از آنجا گفتن که شب گذشته شب آرامی داشتن دیشب هم در دو ولایت دست کم در ولایت ننگرهار مردم وارد خیابان شدن و جشن و پایکوبی و رقص پرداختند و به نحوی خوشحالیشان و از آن چیزی که کاهش خشونت ها گفته میشه نشان دادن دو طرف یعنی دو طرف جنگ افغانستان دولت افغانستان و همچنین گروه طالبان اعلامیه صادر کردن محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شب گذشته بیانیه خطاب به ملتش را گفتن هر دو طرف به نیروهای تحت امرشان گفتن که جنگ به دو طرف حمله نکنید و در این حال گفتن حالت دفاعی داشته باشین که اگر یکی از طرف ها این توافق نامه را نقض کرد منتظر دستور باشن که چه کنن دول... گروه طالبان به نیروهایشان دستور داده که به مناطقی که تحت کنترل دولت افغانستان است به هیچ وجه نروند آماده باش باشن و در این حال موضوع جالب این که گفتن ما یک تعهدی بستیم با دولت افغانستان حالا غیر مستقیم با ایالات متحده امریکا و خودتان میدانید که عمل به این تعهد واجب است و لذا خشونتی در انجام ندین و در این قسمت فقط حالت دفاعی باشین هر دو طرف به ویژه گروه طالبان هم اعلامی صادر کردن هم از طریق پادکست های صوتی و کلیپ های صوتی مشخصا بگم به نیروهایشان دستور دادن که این موضوع را رعایت کنن به نظر من هر دو طرف هم نیروهای دولت افغانستان و هم گروه طالبان مصمم هستند تا اینجای کار که دیده میشه آتش بس یا مشخصا کاهش خشونت ها را رایت کنند که به مدت هفت روز هم قرار است ادامه داشته باشه که چه اتفاقی بعدش بیفته علی علی این, این کاهش خشونت ها هفت روزه آن طوری که شنیده میشه یک دوره و یک دوره آزمایشی است که دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مطمئن شوند گروه طالبان تسلط داره بر افراد این گروه چرا که شنیده میشه بعضی از فرماندهان این گروه موافق نیستند به آن چیزی که در قطر میگذرد این چیزی گفته میشه اما گروه طالبان بارها تاکید کردن که گروه تمام نیروهایشان تحت امر این گروه هست و وقتی که مثلا دو سال پیش آتش بستی صورت گرفت گفتن که اون نشان دهنده این است که تمام نیروهایشان حرف شنوی داره حالا این دوره هفت روزه یک دوره آزمایشی است اگر در این دوره بر وفق مراد دو طرف پیش بره و خشونتی صورت نگیره البته خشونت به صورت کامل نه چون بعد میخواد گفت کاهش خشونت خشونت ها با. و ثابت بشه گروه طالبان تعهدشان عمل کردن بعد از آن امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت میگیره و بعد از آن هم قرار از توافق بین الافغانی بین طالبان و گروه های از افغانستان آغاز بشه سپاسگزارم علی حسینی خبرنگار ما که از کابل صحبت میکرد بریم سراغ خبرهای ورزشی خبرهای ورزشی امروز صبح با خبرهای ورزشی رو با خبرهای از تیم ملی فوتبال ایران شروع میکنیم دیروز رنکینگ همون ردهبندی فیفا اعلام شد و تیم ملی ایران کماکان رتبه دوم خودش در آسیا رو حفظ کرد با 1489 امتیاز همینطور رتبه 33 سومش در جهان تیم اول آسیا در این رده بندی ژاپن هست که 28 ام جهان و 1500 امتیاز داره اما تیم اول جهان بلژیک با 1765 امتیاز تیم دوم فرانسه با 1733 امتیاز و تیم سوم رده بندی جهان برزیل است با 1712 امتیاز دیروز خبری هم اومد راجع به شروع اردوی تیم ملی که آقای اسکوچیچ اعلام کرد که اردو از 27 اسفند ماه شروع میشه تا تیم تمام زمان ممکن برای بازی با هنگ کنگ رو در اختیار داشته باشه هرچند که بازی استقلال و فولاد 20 8 اسفند گفته شده که بازیکن ملی پوش این تیم در صورت دعوت به تیم ملی یک روز بعد از این مسابقه میتونن به اردو ملحق بشن خب ایران هفت فروردین با هنگ کنگ در مقدماتی جام جهانی و جام ملت آسیا بازی داره و بازیشم شاید بشه گفت در گذشته خیلی حساس نبوده اما الان هر بازی تیم ملی ایران حساس است با توجه به وضعیت در جدول داره دو یک به عراق باخته ایران و یکیش به بهرین در جدول این گروه عراق با 11 امتیاز سردنشین نشین است بهرین 9 امتیازی هست در رتبه دوم ایران با 6 امتیاز در رتبه سوم قرار داره که خب دو تیم صعود میکنن و ممکنه وضعیت ایران خیلی پیچیده بشه اگر که نتونه تمام بازی خودش در دور برگشت رو ببره در مورد مسابقه تاریخی بوکس بگو که قرار هست در لاس وگاس شنبه شب برگزار بشه مسابقه سنگین وزن جهان از منظر سازمان WBC امشب یا به نوعی میشه گفت بامدار فردا برگزار میشه ساعت 5 صبح یک شنبه 23 فوریه به وقت گرینویچ در لاس وگاس هست 15 ماه بعد از مسابقه جنجالی گیانتین والدر و تایسون فیوری که در لس آنجلس برگزار شد و خیلی هم گفتن در مسابقه فیوری برنده شد اما به هر حال با تساوی انجام شد این مسابقه در لاس وگاس برگزار میشه مسابقه فوق العاده مهم فوق العاده حساس که اگر فقط بخوام به قیمت بیلیتاش اشاره کنیم گفته میشه که الان در بازار سی از 425 دلار تا 10000 دلار به فروش میرسه خب وایلدر مدافع عنوان قهرمانی هست 11 بار اگر موفق انجام این کار بشه مقابل فیوری هست. از عنوان خودش در سنگین وزن بوکس جهان دفاع کرده که به این از رکورد محمد علی افسانه میگذره بکسوری که 43 مبارزه بدون شکست بوده اما تایسون فیوری که عنوان قهرمان جهان خودش رو در رینگ از دست نداده به دلیل مشکلات مربوط به دوپینگ مسابقه ندادن از دست داد بکسوری که در واقع مشکلات زیاد و دوباره برگشته در مسابقه قبلیش در ماه سپتامبر مقابل اتووالین به رینگ رفت و 47 بقیه خورد بعد از مسابقه اما انقدر قدرتمند هست که دووم آورد اما اگر بخوام پیش بینی افراد و کارشناسان معتبر در دنیای بوکس رو بدونیم آنتونی جاشوا بوکسور انگلیسی که سه کمربند دیگه سنگ وزن جهان از منظر سازمان دبلیو بی و آی رو در اختیار داره گفت امیدوارم فیوری ببره بار اول بسیار نزدیک بود و من مطمئنم که این بار اشتباهات اون دفعه تکرار نمیکنه و برمیگرده و مسابقه رو میبره ایواندر هالیفیلد گفتش که خاطر اعتماد به نفس بالا و تمام چیزهای درستی که موجب شده بکسر بزرگ بمونه برنده این مسابقه میشه مانی پاکیو قهرمان در واقع از پیشین جهان گفتش که هرگز روی حریف یک مکسن قهار شر نمیبندم به خصوص اگر اون مکسن دیونت وایلدر باشه گفت به نظرم اون میبره همونطوری که من همیشه میگفتم که مایک تایسون مسابقه میبره و پیش بینی دقیق تر کرد گفت وایلدر در راند دهم با ناکوت میبره اما شوگر ریلونارد گفت فیوریت توانایی های فوق العاده داره که موجب شود دو بار در مسابقه قبلی ناک بشه و بلند بشه و مسابقهش رو ادامه بده اما انتخابش گفت که وایلدر هست چون همیشه روی فرم بوده و از سرعت و قدرت فوق العاده برخوردار است. بسیار خوب رسیدیم به پایان ساعت اول چشمانداز و بامدادی همطور که به شما گفتم این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت از لندن با آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس در ایران و اعلام نتایجش شمندگان عزیز البته همانطور که در طول برنامه هم مرور کردیم نتایج آرام آرام در حال منتشر شدن است و ممکن است به تفکیک منتشر نشود با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با سرخط خبرها